اگر بخوایم یک سازمان خلاقی داشته باشیم، نگاهمون به بعضی از مفاهیم باید چگونه باشه. خیلی بیزینس اورینتدی من دارم به موضوع نگاه میکنم. به واسطه کارم من تا 10 سال گذشته شاید با بیشتر از 1000 تا شرکت توی ایران در سطوح مختلف کار مشاوره، کار مشاوره سرمایه گذاری بیزینس کردم و یه مقدار توی این فضاها فقط تجربه دارم. و برای همین یه سری واژه از من امروز میشنوید توی این دقایقی که باهاتون صحبت میکنم. خلاقیت، خیلی آیه مزوار خلاقیت صحبت کردن. عدم قطعیت، شاید خیلی چیز بدیهی به نظر بیاد ولی یه مقداری میتونیم واکاوی کنیم در موردش. هوشمندی، این یهش افتاده پایین. یعنی چی هوشمندی؟ هوشمند. استراتژی، خیلی کلمه قلمبه سلمبهیه. استراتژی خیلی کلمه قلمبه سلمبهیه، کلمه ریشه یونانی داره و خیلی شنیدید، به تکرار شنیدید این کلمه رو. کشف، این واژه هایی که از من تو این دقایق میشنوید آیا اینا به هم ارتباط داره؟ و ما اگر که سوال اصلی یادمون باشه یک سازمانی بخوایم داشته باشیم که خلاقیت درش وجود داشته باشه، یه ارتباطی بین این کلمه ها وجود داره توی اون سازمان. من درباره سازمان صحبت میکنم، شما هر پدیده‌ای رو میتونید جایگزین کنید. انسان رو میتونید جایگزین کنید، شرکت رو میتونید جایگزین کنید، کشور رو میتونید جایگزین کنید. اصولاً هر پدیده و هر سیستم سازگار و پیچیده‌ای که باش میگیم CIS رو میتونید توی این جایگزین کنید. اول میخوایم برم سراغ خلاقیت. من یک تعریف خاصی از خلاقیت اینجا به شما ارائه میکنم که خب عزیزان و اساتیدی که از صبح با شما صحبت کرد، از ظهر صحبت میکردن، هر کسی از ظن خود موضوع رو نگاه میکرد. من از منظر خودم نگاه میکنم خلاقیت. اون تعریفی که من درباره خلاقیت ارائه میکنم، این آقا است توی سازمان، توی شرکت، توی بیزینس، گفتم توی پرانتز گوشه ذهنتون باشه، توی زندگی شخصیش، توی احوالاتش، حتی یک کشور. و اونم اینه که شما با پر از مسئله در زندگیتون مواجه هستید. زندگی که انقدر شیک نیست، شبیه این هتل و ما و بریک و این داستانا. و اگرم باشه ما در کشوری زندگی میکنیم که زندگی برای بخش زیادی از آدمهای این سرزمین حتما شیک نیست. ما با پر از مسئله مواجهیم. برای همین از نظر من خلاقیت توان حل مسئله است. با یک روی کردی نو و بر اساس روشی تازه. پس وقتی از خلاقیت صحبت میکنم، یعنی اینکه شما با مسائلی که پیوسته درش مواجه هستید قرار هستش که یک رویکرد تازه داشته باشید، آینده نگر باشید و بر اساس یک روش‌های تازه‌ای حلش کنید. چرا؟ چون اگر بر اساس روش‌های گذشته میتونستین حلش بکنید که اصلا مسئله‌ای باقی نمیموند. یعنی اون چیزایی که شما بلد بودید، اون چیزایی که باهاش سر و کار داشتید نتونسته پاسخ بده به شما برای حل مسائلتون در زندگی. و برای همین یک رویکرد حل مسئله وجود داره تو این تعریفی که من به شما ارائه می‌کنم. و تأکید دارم روی کردی نوعه و بر اساس روش‌های تازه. بریم سراغ واژه دوم. این تصویر بهترین توصیفه برای اون مفهومی که میخوام من الان با شما در موردش صحبت کنم. عدم قطعیت. ما در یک جهانی پر از عدم قطعیت زندگی میکنیم. من کارم اقتصاده، من کارم بیزینسه. هر کسی که تو همین مشهد از دیروز تا حالا، دوستان خیلی از دیشب تا حالا، خب خیلی من لطف دارن از تو هتل و از تو سرمهماندار هواپیما و هر که منو میبینه، مثلا یکی از اولین سوالاش اینه که آقای دکتر اسفند دلار چند میشه؟ خب این یعنی عدم قطعیت دیگه. از منظر اقتصادی ما با جهانی پر از عدم قطعیت سر و کار داریم. وقتی میگیم عدم قطعیت، عدم قطعیت یه مقدار موضوع پیچیده تریه. ما در سطوح مختلف در زندگی عدم قطعیت داریم. من براتون مثال میزنم. ما یه عدم قطعیتی داریم بهش میگیم عدم قطعیت وضعیت. یعنی چی؟ یعنی همینی که من به شما گفتم. شما بیزینستون، آقای مهندس بیزینسش، کار تریده، کار تجارت، صادرات و واردات میکنه، قیمت ارز براش مهمه و یک عدم قطعیتی داره در این که نمیداند قیمت ارز در اسفند ماه یا سال دیگه این موقع 2 آذر سال 1403 حتی در چه محدوده ایه.
این میگیم عدم قطعیت وضعیت. شما در خیلی از موضوعاتی که مربوط به آینده است با این مواجهید. یه عدم قطعیت دیگه عدم قطعیت تأثیره، یعنی حتی اگر شما بدانید که قیمت دلار در اسفند ماه چقدره، نمیدونید که اون قیمت چه تأثیری بر روی شما میذاره. این خوبه، این بده، این برای من بازار رو بزرگ میکنه، این برای من مارکت رو کوچیک میکنه. و ما بهش میگیم عدم قطعیت تأثیر. ما حتی یه لایه دیگه هم تو زندگی عدم قطعیت داریم. وضعیت رو بدونیم، تأثیرم بدونیم، اینکه ما چه پاسخی باید بدیم در آینده برای اون شرایطی که داریم بهش فکر میکنیم. ما بهش میگیم عدم قطعیت پاسخ. یعنی شما در سه سطح با مفهوم عدم قطعیت در آینده سر و کار دارید. خیلی از پدیده ها رو نمیدونید، حتی اگر بدونید تأثیرش رو نمیدونید، حتی اگر تأثیرش رو بدونید پاسختون رو نمیدونید. برای همین و سازمان و شرکت و هر نهادی و هر انتیتی که داره به سمت آینده حرکت میکنه، آینده مفهومی پر از عدم قطعیت. برای همین سازمان باید اگر به آینده فکر میکنه، باید پاسخ مناسبی برای زیست در عدم قطعیت داشته باشه. همه اون چیزایی که تو دانشگاه به شما درباره استراتژی یاد دادن، درباره چه باید کرد یاد دادن، همه اونها از جنس قطعیته. همه اونها برای محیطی پیش بینی شده که پر از قطعیت. و برای همین واقعیتش اینه که کلی از یافته های دانشگاه شما در حوزه استراتژی و برنامه‌ریزی و اینها رو دیگه آخر شب پنجشنبه است خیلیاتون دارین چرت میزنید. با قدرت باید بریزید دور. یعنی با قدرت برنامه‌ریزی استراتژیکو باید بریزید دور. به خاطر اینکه این مفاهیم اصلا برای جهان قطعیت طراحی شده. این مفاهیم از حوزه صنایع نظامی اومده بیرون که پر از قطعیته. در صورتی که در بیزینس، در زندگی، در اقتصاد که ما اصلا چنین پدیده هایی طرف نیستیم. نکته جالب اینه که توی سازمان ها با اینکه خیلی از شما وقتی بیایم باهاتون صحبت کنیم، مدیر عاملید، صاحب صنعتید، یه بیزنس خیلی کوچیک دارید اصولا، میگید آقا دنیا پر از شرایط بی ثبات و نامطمئن و همه این داستانه. ولی وقتی من با میگم با صدها هزاران نفر از آدم های صاحب کسب و کار من صحبت میکنم، میگم چی کار میکنید، چه جوری مقابله میکنید، حل مسئله تون چه جوریه؟ اون چیزایی که میگن همش مال جهان قطعیت، گذشته گراست، توش ثبات وجود داره، توش پیشبینی وجود داره. بر اگر شما میخواین تو این جهان عدم قطعیت تو بیزینستون تصمیم گیری بکنید، باید بر اساس چیزای دیگه ای باشه. اون چیزهایی که خلاقیت رو در سازمان شکل میده. بریم سراغ خیلی سریع درباره مفهوم دیگه. گفتم در موردش ولی خیلی سریعتر باش در موردش صحبت میکنیم. استراتژی. یک تعریف بسیار ساده دارم که این تعریف خود منه. استراتژی به زبان ساده یعنی چه باید کرد؟ یعنی شما پیوسته در مواجهه چه باید کرد هایی. بعضی از چه باید کرد بسیار کلانه، ما بهش میگیم گراند استراتژی. یعنی اصلا کلا من این بیزنس رو ببندم یا باز نگه دارم، اصلا پایه‌ایه. خیلی از تصمیمات شما در سطح تاکتیکه، در سطح پالیسیه. اینو چیکار کنم، فروش رو چیکار کنم، بیزنس رو چیکار کنم، این قرارداد، اینا بالاخره همش ولی از جنس چه باید کرده. چه باید کرد که همون استراتژی که شما توی یک سازمان پیوسته در مواجهه با محیط و در مسیر روبه رشد شما در مواجهه چه باید کردید. این چه باید کردها خلاقیت، عدم قطعیت، ببینید کم کم داره تیکه های داستان داره در میاد. ولی یه چیزایی هنوز این وسط خالیه. یه ذره میخوام روی استراتژی بمونم و میخوام دوتا فکت بیارم از یه آدمی که سالهاست در حوزه استراتژی در جهان کار کرده به نام آقای هنری میلزبرگ. آدم بسیار بسیار شناخته شده یه در فضای مدیریت در سطح بین المللی. دوتا نقل قول ازش بردم که حالا خیلی نمیخوام خود نقل قولا رو بهتون بگم. ما معتقدیم که اون چیزی که بهش میگن برنامه ریزی که در نظام ذهنی ما از یه اول دبستان گفتن اگر میخوای موفق بشی باید برنامه ریزی کنی، اگه موفق نیستی برنامه ریزی نداری، اون مسیریه برای اینکه شما وقتی به چه باید کرد ها میرسید اونها رو انجام بدید. از دل برنامه ریزی شما به چه باید کرد نمیرسید. این موضوع برعکس تو جامعه ایران خیلی موقع فهمیده شده. شرکت ها اسفند میشینن برنامه ریزی کنن که بفهمن سال دیگه باید چی کار کنن. این احمقانه است. با همین قدرت دارم بهتون میگم شما به یک روش دیگه ای باید بفهمید که باید چی کار کنید
و بعد برای پیاده سازیش باید برنامه ریزی کنید. پس یادتون باشه برنامه اون چیزی که شما میخواین عملیاتی انجام بدید. به منشیتون میگین 8 برای من این قرار رو بذار، 10 این کار رو بکن، 12 این کار رو بکن، این اسمش برنامه است. ولی اینکه شما چیکار میکنید تو زندگیتون، من مطمئنم اگه با تک تک شما گفتگو کنم، حتی تو زندگی های شخصیتون، تصمیمات مهم زندگیتون از دل برنامه هایی که نشستید هر سال برای خودتون نوشتید نیومده بیرون، یه اتفاقات دیگه ای باعث شده که شما یک سری تصمیماتی در زندگیتون بگیرید. مینزبرگ تاکیدش اینه. یا میگه چه باید کرد؟ یک فرایند خودجوشه. میگه مثل یک گیاه خودرویی در دل یک جنگل میاد بیرون. در یک فضای گلخانه‌ای یه سری آدم MBA خونده کچلوار کرواتی بیارید دور میز بشونن بگن آقا ما الان بهتون میگیم سال دیگه بعد چی کار کنید، از این خبرها نیست. اصلا شما برای اینکه بفهمید تو بیزینس بعد چه کار بکنید، یک فرایندی باید در سازمانتون ایجاد بکنید که به صورت خودجوش مثل یک گیاه خودرو بیاد بالا. برای همین رویکردتون تو سازمان، رویکرد مدیریت سازمان که میگم، فکر نکنید بگید آقا این که خیلی بزرگه، من یه بیزینس دارم با دو نفر، اونم یک سازمانه با تعریف با. یعنی شما یه بیزینس یه نفره دارید، اینم باز یه سازمانه. سازمان اون یه انتیتی، یعنی میتونه 2000 نفر باشه، میتونه یه نفر باشه. برای همین رویکرد اینه که پس ما باید خودجوش یک بستری رو فراهم بکنیم. این بستر رو با تعریف ما یک مفهومی ایجاد میکنه به نام اینتلیجنس یا هوشمندی. در ادبیاتی که ما صحبت میکنیم، چه باید کرد و استراتژی از دل هوشمندی میاد بیرون، نه از دل برنامه. شما باید هوشمندی رو در زندگی نهادینه کنید، در بیزینس نهادینه کنید و پیوسته بر اساس یک فضای هوشمندی که من خیلی سریع 4 تا مؤلفه‌ش رو بهتون میگم. اینطوری نیستش که هر کی از در رفت بیرون بگه که اوکی من خیلی آدم هوشمندیم، پس این دک و دستک برنامه‌ریزی هم جمع کنید و فردا دیگه یا علی. نه، اینجوری نیستش که هر کی اینطوری. هوشمندی یک سری مؤلفه داره، یک سری بنیان داره، یعنی یک سری پایه‌ها رو شما باید در زندگی داشته باشید تا بتونید بگید من بر اساس هوشمندی دارم تصمیم میگیرم. چون یه مقداری از اون طرفش آدمو یاد شلختگی میندازه. مثلا میگن آقای احمدی نژاد رفت سازمان برنامه رو منحل کرد، پس اون خیلی هوشمند رفتار کرده. هرگز، اون برنامه‌ریزی گذاشت کنار ولی هیچی جاش نذاشت کلا، یعنی رفت تو خلا. در صورتی که هوشمندی با این چیزایی که داریم به شما میگیم خیلی کار سختیه، چون چند تا موضوع توشه. عدم قطعیت پیوسته با شماست. انسان از نظر ساختار ذهنی قطعیت دوست داره. اصلا از نظر هورمون‌های مغزی وقتی یه آدمی میاد اینجا با شما محکم صحبت میکنه، دیدین استادای انگیزشی رو میگن داد بزن بگو موفقی فلانی بیساری، شما میگی آه عجب آدمیه. یا مثلا یه استاد اقتصاد بیاد اینجا، کم هم نیستن مشاورا در این مملکت، بگن آقا اسفند دلار 75400 تومان، میگی واو عجب استادیه، قطعیت داره کلامش و شما ناخودآگاه قطعیت دوست دارید. ولی زندگی پر از عدم قطعیت و باید ذهنتون و سازمانتون رو آماده بکنید که پیوسته در فضای عدم قطعیت زندگی بکنید و تصمیم بگیرید. اون چیزی که ما بهش میگیم هوشمندی یک ظرفیت فکریه، یک ظرفیت روانیه برای فهم، خودآگاهی، یادگیری. تک تک این واژگان پشتش یک دنیا ادبیات و لیترچر وجود داره، ولی خب من در زمان یک صحبت تد باید خیلی کوچیک اینا رو بهتون بگم. و ایجاد دانش ضمنی به منظور قدرت خلاقیت و توان حل مسئله در عمل. یعنی شما باید یک ظرفیتی ایجاد بکنید که پیوسته در شرایط تصمیم باشید، پیوسته در شرایط این باشید که به چه باید کرد برسید و بعد برای اجرای اونا برید برنامه ریزی های عملیاتی بکنید. شما اگه بخواین رو تولید بکنید، ایده تولید این با برنامه از ذهن شما نمیاد بیرون. ولی اینکه بعد تولید بکنید، تولید برنامه تولید لازم داره، خط تولید، اینقدر مواد اولیه، اینقدر زمان. دارم تفاوت این دوتا اپروچ رو بهتون میگم. و بعد با ترکیب این مفاهیم به این موضوعی ما میرسیم، بهش میگیم استراتژیک اینتلیجنس یا هوشمندی استراتژی. که امروز تو دنیا اگر شما مقاله های هاروارد بیزینس ریویو در طی سالهای اخیر رو مرور بکنید، تاکید داره که برنامه‌ریزی استراتژیک یک دروغ بزرگه و اون چیزی که در جهان امروز داره کار میکنه هوشمندی استراتژیه. و ما میگیم هوشمندی و رسیدن به استراتژی یا همون چه باید کرد ها بر اساس خلاقیت یا هوشمندی یه فضاست.
که یک سری مؤلفه داره. این که شما همیشه بالاترین اطلاعات و تحلیل و از وضعیت خودتون باید داشته باشید. اگر شرکتید، دقیق ترین صورت‌های مالی، بروز ترین صورت‌های مالی، وضعیت سود، وضعیت زیان، وضعیت جریان نقدینگی به هنگام، به روز، پیوسته. من بیزینسمن تو ایران تا دلتون بخواد دیدم که بهش میگم تو سال گذشته سود کردی یا زیان کردی، میگه نمیدونم. چون حالا سود زیان سی متغیر داره، مثلا میگیم نت به اکوئیتی تو بیزینس چقدره، میگه نمیدونم. ببینید در این بدیهی ترین موضوع. پس اگر غیر هوشمند باشید، یک بخشش اینه که درباره خودتون دقیق ترین اطلاعات رو داشته باشید. هوشمندی یک بخشش اینه که نسبت به محیطتون بسیار آگاه باشید. گذشت اون دوران که آقا من با اقتصاد و سیاست و این کارا کاری ندارم، من میرم میشینم تو کارخونم با توکل به خدا از صبح تا شب تولید میکنم و ارزش افزوده در این کشور ایجاد میکنم، این شعارا رو بذارید دم در. شما با بیرون کاری نداشته باشید، بیرون با شما کار داره. پس برای همین شما باید بدانید که محیط چگونه بر شما تأثیر میذاره، مسیرها چیه، همون عدم قطعیت در سطوح متفاوت. هوشمندی یک بخشش نسبت به آینده شما باید اطلاع داشته باشید. روندها، آینده پژوهی، اون چیزی که دورنمای صنعت شماست، اون چیزی که دورنمای تکنولوژیه. و یه بخش زیادیش هم از دل این، به خدا دیگه این دقایق آخر داره التماسی کار میکنه، از دل تعاملات داخلی خارجی میاد. با همکاراتون صحبت میکنید، با سازمان صحبت میکنید، تو نمایشگاه ها میرید، تو محیط های مختلف هستید. مدیری که از درش میاد، در شرکتش میاد، ماشینشو پارک میکنه، با آسانسور مخصوص مدیریت میره بالا، درو میبنده میره تو، این اصلا مدیر هوشمندی نیست. من همیشه گفتم بخش زیادی از شبایت کردها که خلاقانه به ذهن شما میرسه در زندگی و در بیزینستون رو همین منشیتون میتونه بهتون بگه، به خاطر اینکه داره در مواجهه یه سری چیزا هستش که شما نیستید. و آدمی که میخواد خلاقانه تصمیم بگیره باید گوش شنوایی نسبت به سازمانش داشته باشه. واقعا خیلی چیزا از درون سازمان شما میاد بالا و شما فقط با دید مدیریتیتون باید فیلتر کنید، بگید آقا این که نمیشه، این که میشه، این واقعا ممکنه که درست داره میگه ها، چون این مثلا هر روز 200 تا تلفن داره با آدمهای مختلف صحبت میکنه، اون صحبتای اینا به شما استراتژی میده. برای همین تعامل باید داشته باشی، این یه فضاست. آدمی که درون خودش، بعد تو ادبیات ما به اینا واژه داریم، ما تحلیل متغیرهای داخلی رو میگیم BI، تحلیل متغیرهای خارجی رو میگیم CI، competitive intelligence، اونو میگیم business intelligence، اونو میگیم outlook. یعنی اینها ادبیات داره. هی BI شنیدید؟ BI مؤلفه هاییه که در نهایت شما رو وارد فضای هوشمندی بکنه. و از دل این خلاقیت میاد و کشف میاد. اون چیزی که ما بهش میگیم میتونه سیاست باشه، میتونه استراتژی باشه، ولی همون چه باید کرده. موضوع اینه که تو دل اینها هیچ کدوم عدم قطعیت توش نیست. پیوسته داره تغییر میکنه. تو فضای هوشمندی تصمیم گرفتن سخته، چون اینجوری نیستش که شما اسفند تصمیم بگیرید دیگه و خیالتون راحت باشه یه سال برید انجام بدید. پیوسته باید تصمیم بگیرید، چون هی داره ورودی های ذهن شما تغییر میکنه، ورودی های جدیدی داره میاد. و این فضای مدیری که میخواد تو سازمانش خلاقیت جریان داشته باشه باید قطعیت رو از دل سازمانش برداره، باید هوشمندی رو درون سازمانش نهادینه بکنه. از دل قطعیت خلاقیت بیرون نمیاد، خلاقیت از دل این فضا بیرون میاد. و من تفسیری که از هوشمندی دارم همین عکسه. سازمان هوشمند دقیقاً شبیه همین عکس رفتار میکنه، میبینه فرصتها رو، میبینه هوشمندانه داره حرکت میکنه. اگر یه کاری بهش میرسه نمیگه نه نه نه، من یه برنامه 5 ساله در بیزنسم دارم و قراره که در افق 1400، میبینین دیگه کشور برنامه 20 ساله داشت، در افق 1404 ما قرار بود اقتصاد اول منطقه باشیم، امروز در افق 1404 اقتصاد یکی مونده به آخر یا دو تا مونده به آخر منطقه ای. این نه به خاطر این که، به خاطر جنس برنامه است. تو ایران دیدین برنامه توسعه مینویسن، هر برنامه توسعه می نویسن میگن میانگین رشد اقتصادی در برنامه میخوایم 8% باشه. برنامه توسعه 5، برنامه توسعه 6، برنامه توسعه 7. در برنامه توسعه 6 هدف گذاری این بود که میانگین رشد اقتصادی 8% باشه. میانگین رشد اقتصادی در طول برنامه 0 شد.
یعنی این سطح از تفاوت یه بخشیش به خاطر اینه که خب اصلا کشور اولویتش اقتصاد نیست، تردیدی در این نیست. یه بخش دیگه‌ش اینه که قطعیت اصلا وجود نداره. ما در جهان عدم قطعی اصلا هدف گذاری یعنی چی؟ جمع کنید این بساطو. من هدفم اینه که تا سال 1403 انقدر بفروشم. شما الان کجا می‌بینید مثلا اپل بگه که آقا هدف من اینه در سال 2030 انقدر گوشی موبایل بفروشم؟ یه بررسی‌هایی میشه، یه پیش‌بینی‌هایی میشه، ولی هدف نیست. اپل یه دفعه ممکنه تکنولوژی جدید در حوزه هوش مصنوعی بیاد کل بیزنسو برگردونه اونور، که همون کاری که دارن میکنن دیگه. می‌بینید پیوسته در فضای هوشمندی چگونه دارن تصمیم می‌گیرن. و در نهایت چنین چرخه‌ای شما دارید: هوشمندی، خلاقیت، استراتژی. خلاقیت، هوشمندی، استراتژی. از هر جهتی این سه تا با هم دیگه دارن توی یک سازمان کار میکنن. سازمانی که میخواد خلاقیت داشته باشه، هوشمندی رو باید توش نهادینه بکنه تا به چه باید کرد تا برسه. و این چرخه باید تو سازمان پیوسته و پیوسته وجود داشته باشه. گفتم این چیزهایی که من بهتون گفتم، من مثالشو در سطح سازمان و شرکت زدم، ولی شما در سطح یک مؤسسه، در سطح یک شرکت فراملیتی، یه سوپرمارکت، یه آدم، فرایند تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت اینه مسیرش. شما تو زندگیتون میتونید پیوسته هوشمندانه تصمیم بگیرید با مؤلفه هایی که گفتم. همین جوری الکی الا وقتکی نیستش که آقا من هوشمندم. چون ما ایرانی‌ها خیلی تخصص ویژه‌ای داریم در این که یه مفهوم جدیدی میرسیم، هممون اونو داریم، از قبل داشتیم کلا. و آخرین موضوع من که حالا یه مقداری شاید بحث زیادی لازم داشته باشه، من ازش اینجا شاید بگذرم، که ببین چه باید کرد کاری که میرسید غیر آمدانه است. واقعا دو سال قبل فکر نمی‌کردید الان این کارو می‌کنید، بر اساس فضا به این نتیجه رسیدید. غیر قابل پیش بینی بوده دیگه، حتما غیر قابل پیش بینیه، چون شما پیوسته در مواجهه مفاهیم جدیدید. غیر قابل تفکیکه، به یک کل میرسید که باید انجامش بدید. و در نهایت غیر قابل تکراره، چون در فضای دیگر با ورودی‌های دیگر تصمیمات دیگری شما حتما خواهید گرفت. سپاسگزارم ازتون.